با سلام و درود به شما مردم آزاده و مبارز. صحبت امشب من در مورد وضعیتی که جناح‌های حکومت به اون دچار شدن. الان دادگاه‌های فرمایشی در حال به اصطلاح رسیدگی به پرونده به اصطلاح این مخالفان جناح خامنه‌ای هست. از اون طرف مراسم تنفیذ رو گذاشتن و قرارم هست فردا مراسم تحلیف گذاشته بشه و این اتفاقات یک بار دیگه این رو نشون میده که چطور این جناح‌های حکومت در برابر هم صف کشیدن و چطور شمشیر رو برداشتن برای اینکه جناح مقابل رو از میدون بدر بکنن. خب جناح خامنه‌ای که روشنه با توجه به اینکه بالاخره الان دست بالا رو داره، غالبه و اون هدف فوریه مبارزات مردم هست، اون جناح الان دست به این مانورها زده، یعنی هم دادگاه ها و همین مراسم رسمیت بخشیدن به این احمدی نژاد، اینها نوعی ابتکار عملش دست جناح خامنه احمدی نژاده و به نوعی اینها دارن تعرض میکنن به جناح مخالف خودشون. ولی در دل همین چیزی که قرار بوده تعرض باشد دو نقطه روشنه: یک، استیصال و درماندگی این جناح غالب هست و دو، استفاده مردم دارن از همین وضعیت میکنن. چون که به این دادگاه های مسخره و مشمعز کننده اینها مربوط میشه، اینها قرار بود در این دادگاه ها به اصطلاح یک قدرت نمایی بکنن و اینطور نشون بدن که دارن سر جناح مقابل رو میبرن، اینطور نشون بدن که از نظر حقوقی یا قانونی هم دارن همه رو محکوم میکنن و احمدی نژاد هم تهدید کرده که وقتی این مراسم تنفیذ بگذره، مراسم بسیار رسمیت یافتنش بگذره، سر مخالفین رو به تاق خواهد کوبید. این تهدیدی که ایشون کرده ظاهرا این دادگاه ها جزی از همون روند سر به تاق کوبیدن یا سر به سقف کوبیدن جناح مخالف هست. ولی در این حال میبینید که در همین هم در مونده. دادگاه رو اولا مردم اولا میشناسن معنیش چیه و با شعار شکنجه اعتراف دیگر اثر ندارد، دیروز از جمله در تظاهرات مردم پاسخ این داده شد. مردم گفتن این کلک ها رو میشناسیم، اینها رغم نخنما شده و اینها کسی رو مرعوب نمی کنه که هیچ، بلکه خودش یک موضوعی میشه برای اعتراض بیشتر، برای تعرض بیشتر مردم. و از اون طرف جناح مقابل هم خط و نشونهای خودش رو داره میکشه. اطلاعی موسوی داده که این دستن در کاران این دادگاه باید محاکمه بشن و دیر نیست که اینها هم محاکمه خواهند شد. و از قبل هم کسی مثل خاتمی اطلاعی داده بود، گفته بود این شیوان نخنما شده، این که میرید در شکنجگاه ها از کسی اعتراف میگید و بعد میایید دادگاه تلویزیونی به راه میندازید و به مردم نشون میدید، اینها نخنما شده. اینا جزی از همون روندی هست، جزی از همون شیوهی هست که کلا در جمهوری اسلامی به تواب سازی معروف شده و اولین بار همین شیوه رو حکومت از جمله همین کسانی که الان در روی صندلی متهم نشستن علیه مخالفین نظامشون به کار بردن، علیه کمونیست‌ها و آزادی خواهان و همه کسانی که در برابر این جنایت جمهوری اسلامی 30 ساله در مقاومت میکنن، این شعار علیه اونها به کار بردن. در هر حال امروز خیلی بیشتر از گذشته اینها پوچ و بیمعنی و غیر مؤثره، تأثیری نداره بر کسی و تنها تأثیری اگه داشته باشه این هست که مردم با غیظ و خشم بیشتری حکومت رو تحت فشار قرار میدن و حکومت بیشتر خودش رو منزوی و رسوا و کاملا به اصطلاح بی‌آبرو میکنه. این اتفاقیه که در ضمن جاری بودن این به اصطلاح محاکمات داره اتفاق میفته. و از طرف دیگه در دل این اصلا دادگاه ها رو خیلی ها میگم در راه انداختم برای اینکه زمینه رو آماده کنم برای اینکه توجه ها رو ببرن سر مسئله دیگه ای و مراسم تنفیذ و تحلیفشون رو برقرار کنن. تحلیف که خب هنوز نیومده، ولی مراسم تنفیذشون به روشنی نشون داد که تا چه حد جناح مخالف حتی این رو هم قبول نداره و بیشتر
به اصطلاح بی‌آبرو مراسم بی‌آبروی احمدی نژاد بود تا تنفیزیشون. اولا حکومت برخلاف دورای گذشته فیلم این مراسم رو نشون نداد به کسی، یک برگزیده از عکس ها و ویدیو کلیپ های رو نشون دادن. ثانیا بسیاری از این گردن کلفت های خود اون حکومت از مجلس، از مجلس خبرگان، رئیس شورای تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان جناب رفسنجانی باشه، خاتمی و طبعا خود موسوی، کروبی، غیره حضور نداشتن. خیلی از آیت الله هایی که معمولا اینجا حضور پیدا میکنن نبودن. خیلی از شخصیت هایی که قاعدتا باید میبودن صندلیشون خالی بود. این اتفاقی که با مراسم تنفیز افتاد و بعد هم مردم ریختن تو خیابون شعار دادن گفتن تنفیز تقلب و خجالت خجالت، چنین شعارهایی دادن. مردم بی‌آبرویی و بی‌معنی بودن اینها رو در خیابون نشون دادن. منتها نکته الان این هست که کل این اتفاقاتی که داره میفته، یعنی مراسم رسمیت دادن به رئیس جمهورشون و از اون طرف دادگاه‌های فرمایشی رو گذاشتن، یک نکته رو که ما همیشه برش تاکید می‌کردیم یک بار دیگه خیلی روشن و صریح به همه مردم در ایران و دنیا نشون میده، اون همین که این دعوا و اختلاف جناها دیگه هیچ جایی از سازش نداره. با این دادگاه جناح خامنه‌ای داره میگه که من شما رو حداقلش اینه که دستگیر میکنم، به زندان میندازم، بخشی شدن باید اعدام بشین، چون اتهام مفسد فعل ارز و غیره رو براشون آماده کردن و دارن اعلام میکنن. و از اون طرف جناح مخالف هم با اعلام این که دستندرکاران و سازماندهندگان این دادگاه باید محاکم بشن دارن اعلام میکنن که اونها هم دیگه جایی برای سازش ندارن با کسی، امکانی باز نمونده برای اینکه اینا دوباره به هم نزدیک بشن و این دعوا کاملا بالا گرفته. و این رو ما از قبل هم اعلام کرده بودیم که این دعوایی که امروز بین جناح حکومت هست برخلاف دعواهای قبلی قابل به اصطلاح جمع و جور کردن نیست. اینطوری نیست که باز بیاد سر بزنگاه ولی فقیه یه حکمی بده و جناح ها رو کنار هم قرار بده و به نوعی باز دوباره حکومت رو سر هم نگه داره. در دوره قبلی می شد ولی این بار خود جناب فقیه یک طرف این دعوا هاست و همه می دونن که کاملا سرنوشتش الان با سرنوشت احمدی نژاد به هم تنیده شده و دیگه امکانی برای نیست. جناح رفسنجانی و جناح به اصطلاح موسوی و غیره هم اینها هم میدونن که دیگه امکانی برای اینکه مثلا کسی مثل رفسنجانی بیاد این نقش آشتی دهنده رو بازی کنه نیست. در نماز جمعه که رفسنجانی داشت خب خیلی سعی کرد یک جوری ما برای جناح حرف بزنه ولی در این حال هم خیلی روشن بود که داره خطاب به خامنه ای میگه بیا یه اقداماتی بکن برای که نجات پیدا کنیم وگرنه هممون رفتنی هستیم. این حرف رو رفسنجانی قبلا هم گفته بود و من فکر میکنم اساس قضیه همینجاست که همشون رفتنی هستن. سازش ناپذیری جناح اینجا به این خاطر نیست که فرض کنید کسی دنبال مقامی هست، صندلی میخواد و به همین خاطر چنان قضیه آسش مهمه که دیگه کوتاه نمیاد یا مال و منالی میخواد یا قدرت میخواد، اینها هم حتما مطرح هست، منتها اینها عوامل حاشیه‌ای هست. اساس مسئله این هست که هر جناحی فکر کنه فقط خودش میتونه این رژیم رو نجات بده، فقط خودش میتونه این نظام جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داره و بنابراین از شر جناح مخالف باید راحت بشه تا بتونه این کار رو بکنه. و چه چیزی این خطر رو مدام بالای سر اینها نگه داشته؟ چه چیزی باعث شده که اینا فکر کنن نظامشون رو باید به نحوی نگه دارن و یا کارهای ویژه‌ای، سیاست‌های جدیدی به کار ببرم تا این نظام بمونه؟ به نظر من خب روشنه جواب.